با درود بسیار به بینندگان و همراهان عزیز تلویزیون ایران فردا، یک بار دیگر بنده این بخت رو دارم پرسش ها و اظهارات شما رو بشنوم و در حد بضاعت مزجات پاسخ شما رو بدم. تو این چند هفته خیلی خوب شده، من از واکنش شما، پیام های شما احساس میکنم این برنامه یه ضرورت بوده، که حالا میگم باز نگید داره وعده میده، نه این کارا داره انجام میشه به سرعت. و این مسئله هاتبردمون خیلی برای ما اهمیت داره که از این هفته شروع میکنیم فرکانسی و اینا رو براتون میدیم، بعد هاتبرد برای ما یه مدت کوتاهی اون اعلام میکنه روی فرکانسی که همه شما آشنا بشید، که وقتی کاملا منتقل شدیم دیگه مشکلی وجود نداشته باشه. همینطور تلفنمون رو اعلام خواهیم کرد که شما میتونید مستقیم زنگ بزنید. یک تایم میرم در هفته گذاشتیم برای اینکه بنده بنشینم به سخنان شما مستقیما گوش بدم و پاسخ بدم، و در این حال همکارانی که علاقمندن باشن و شما ازشون سوال کنید، هر بار اعلام میکنیم یکشون در برنامه باشه که شما بتونید مستقیم باهاشون صحبت. خب اجازه بدید وقت رو زیاد من نگیرم، سریع بریم به پیام های شما گوش بدیم. هموطن عزیز، نخستین شنونده بیننده ما، که در واقع ما شنونده صداش خواهیم بود. با سلام، به خسته نباشید. من یک جوان 35 ساله هستم و رژیم گذشته رو ندیدم، اما همانگونه که ما پدران و مادران خود رو سرزنش می کنیم و نفرین می فرستیم به خاطر ندانم کاری که در سال 57 کردن، شاه مملکت رو که مدرن فکر می کرد، من نمیگم دموکرات بود اما مدرن فکر می کرد، می دانست که اقتصاد چیست، چنین شاهی رو بردن به یک پیر مرد را که هیچ از الفبای اقتصاد نمیدانست و آن را برای خر میدانست، نه ما ایرانیان، او را بر سر ما مسلط کردند. فردا فرزندان ما را نفرین می کنند به خاطر همین بی‌تفاوتی ما که نشسته ایم و نظاره می کنیم این همه بدبختی را، این همه رنج و سختی را. گناه امروز ما بسیار بدتر و بیشتر از گناه پدران مادران ما در 57 است. آنها اگر اشتباه کردند اما کاری هم کردند، اما ما هیچ کار نمی کنیم چون سنگ نشسته ایم و نگاه می کنیم. نفرین خدا بر چنین ملتی، چه بخواهیم چه نخواهیم. ممنونم، دل پره هموطن ما. خب من چه بگویم، گفت جانا سخن از زبان ما میگویی، حرفی ندارم اضافه بکنم، ولی فقط این رو میگم عزیزم، خود رو ملامت نکنید. 8 سال جنگ، مصیبت هایی که کشیدید، هر روز وحشی تر شدن نظام، اینا همه عواملی بود که بر روی نسل شما تأثیر گذاشت. اما نسلی که شما پروریدید، این نسلی که حالا داره میاد، پوست اینا رو خواهد کند. متوجه باشید این نسل دمار از روزگار اینا در خواهد بود، کما که در آورده هر کاری میکنن این نسل مهار شدنی نیست. البته خود شما هم 35 سالته، جزو این نسلی. خب حالا گوش بدیم به بیننده بعدی. جناب دکتر نوریزاد عزیز و آقای چالنگ عزیز و رادیو فردا، من از شما استعدادی داشتم، اگه لطف بفرمایید اولین کسی باشین که با این شخص مصاحبه میکنید.
این شخص امریکایی هستش که مثل این که توی دولت بوده به نام مایک ایونز و یک کتابی داشته همونطور که خودتون میدونید درباره کارتر و کارهایی که برنامه‌ای که برای ایران برای ضد ایران انجام داده و برای کمکی که به این انقلاب کرده است. و ازتون خواهش میکنم یا آقا چارنگی یا خودتون اگر ممکن هستش اگر این شخص وقت بده باش مصاحبه کنید و که بتونه توضیح بده که کارتر و الان اوباما چه کاری دارن در مقابل ایران انجام میدن و همینطور که میگه کارهای اوباما داره سیاست کارتر رو به پیش میبره. بسیار خوب چشم. شما با خیلی مصاحبه کردین کسای مهم و یک بار یک امریکایی بیارین که برای همین دولت ها کار کرده و این کتاب رو نوشته. بسیار خوب. حتما تلاش خواهیم کرد و همکارانم خواهم گفت که پیگیر موضوع بشن. بسیار فکر خوبیه. اما توصیه میکنم این شماره آخر مجله ایران شناسی رو هر جوری شده پیدا کنید بخونید. مجله‌ای که دکتر جلال متینی عزیز منتشر میکنه با چه خونده رو زحمتی و بسیاری از شخصیت‌های فاضل و برجسته در اون می‌نویسن. در این شماره یک بررسی داره از علی سجادی همکار قدیم و ندیم ما و فوق العاده است، تماس‌های آقای خمینی با آمریکا قبل از انقلاب. این آدم به خونه روی مستندات برگرفته از خاطرات آقای یزدی خیلی چیزا براش روشن میشه. بیننده بعدی دکتر نوریزاده، خدا میدونه یونیک. سپاسگزارم، قربان شما. هموطن بعدی ما روی سخنم با جناب جمشید چالنگی عزیز و گل سرسبد ایرانیان عزیز. اگر شما گوش بکنید من الان دارم برنامه شما رو میبینم، به قدری تحت تاثیر این برنامه قرار گرفتم، فوق العاده. من نمیدونم خداوند به ما چه گناهی کرده بود که این ملت باید به این روز بیفته. اون ملت بزرگی که اینقدر همه هنر و بزرگوار بود، دیروز روزه بزرگ ما بود. 27 ساعت روزه گرفتیم، 7 ساعت از 6 صبح رفتیم مسجد تا ساعت 7 شب یک سره روزه گرفتیم و خوندیم. من برای ایران خیلی دعا کردم، خیلی، برای اینکه من ایران رو دوست دارم. خیلی ایران کشور خوبیه، مردمش آقایان امثال شما هستن. آقای چالنگی آفرین بر شما، آفرین بر اون شیر مادر شما که اینقدر قشنگ حرف دارید، به این برنامه را به این خوب اجرا کردید. امیدوارم در راهتون موفق باشید و روزی برسیم که شما را در ایران ببینیم. خدا حافظتون. ممنونم هموطن عزیز من، خیلی متشکرم که در حین پخش برنامه تلفن زدی، ولی اون صدای پشتی خود باعث میشد صدای شما رو کمتر بشنویم. در حال سپاسگزارم از جانب جمشید عزیزم، ازتون قدردانی میکنم. هموطن بعدی با عرض ادب و احترام و درود به تمام همکاران در تلویزیون فردا، من یه سوالی از دکتر علیزاده، دکتر نویزاده عزیز داشتم و سوالم این بود که ما از کشور قطر و کویت هیچ انتظاری نداریم که به مردم ایران کمک بکنه یا ساپورت بکنه، چون میدونیم که این رژیم براشون خیلی پول فراهم میکنه از نظر به حال معاملاتی که در امارات میشه و قطر هم داره نفت ما رو از بی‌غیرتی ایرانی‌ها داره استفاده میکنه. ولی چرا
عربستان سعودی، بحرین، کویت و کشورهایی که ایران این رژیم میخواد به طرفشون بیاد و اونجا رو به بدبختی بکشه، چرا این دوست این کشورها به اپوزیسیون و مردم ایران کمک نمی کنن به جایی که اسلحه بخرن که هی الان از نظر امنیتی از ایران بترسن؟ خب به اپوزیسیون میگیرن که 77 میلیون دارن با اینا مبارزه میکنن، ازش به ساپورت مالی دارن. چرا جناب دکتر عربستان و کشورهای مثل بحرین یا کویت یا جای دیگه که اینها رو میشناسن کمک نمی کنن؟ من میخواستم بدونم اگر میتونید این جواب سوال من رو بدید. موفق پیروز و باشید تا موقعی که این رژیم جهل و جلو سقوط بکن. ممنون شما هستم. یک سپاهی قدیم از مشهد استان خراسان. سپاسگزارم دوست عزیزم. دو تا نکته رو من اینجا بگم. ببینید وقتی که یک قدرت خارجی به آدم کمک کرد، این کمک مشروطه، هیچ وقت این کمک نمیتونه بدون شرط باشه. گاهی اوقات این شرط ها اینقدر سنگینه که فردی که به میهنش علاقمند باشه، به استقلالش، به حاکمیت ملیش، زیر بار این کمک ها نمیره. تقریبا کم و بیش خیلی از نیروهای اپوزیسیون از خارج کمک گرفتن، حالا یه وقت امریکا بوده یا جاهای دیگه، ولی این کمک ها در حد بخور و نمیر بوده. این در حدی بوده که فقط مثلا یه رادیویی در قاهره برنامه پخش کنه. تنها گروهی که کمک های کلان در حد صدها میلیون گرفته آقای رجوی و گروهش هستن که از صدام حسین این کمک ها رو دریافت کردن و خب از اولم فکر بیزینس بودن، اینها رو رفتن سرمایه گذاری کردن جاهای دیگه، از جابلغا تا جابلسا. به همین دلیل هم امروز امکانات مالی وسیعی دارن، مشکلی ندارن، دلشون نمی لرزه مثل تلویزیون ما. تلویزیونشون اوورد پول داره و تظاهرات و از لهستان 2000 نفر و همین دارن میرن پاریس. خب این امکانات همون پولاییست که گرفتن و سرمایه گذاری کردن و اخوی آقای رجوی مسئول مالی این کار بود. اما اینکه چرا عربستان یا کویت یا دیگران پول نمیدن، لابد اونا سیاست های خاص خودشونو دارن. من تا اونجایی که میدونم یک مجموعه شورای همکاری های خلیج فارس اینا یک سیاست واحده ای دارن که میگوین در امور داخلی ایران دخالت نکنیم. و علی رغم تمام اتهاماتی که رژیم میزنه، مثلا یادم یه وقت جیش العدل و نمیدونم گروه عبدالملک ریگی و غیره رو میگفتن سعودی ها خرجشون رو میدن، در حالی که عبدالملک ریگی در هیئت پاکستانی با گذرنامه پاکستانی به سعودی رفته بود و سعودی ها دستور وقتی فهمیدن دستور بازداشتش رو دادن که او فرار کرد. بنابراین همچین خبرهایی نیست و خب هر کشوری سیاست خاص خودشو داره. عزیزم ما باید به خودمون بیاییم. شما میدونید ما در جهان یک رقمی بیش از 2000 ایرانی داریم که ثروتای حداقل بالای 50 میلیون دلار داره و در جمع اینا کسانی هستند که ثروتای بالای 1 میلیارد 700 میلیون دلار داره. شما میدونید آقای هوشنگ انصاری چه ثروتی داره؟ ای کاش همه ایرانی ها غیرت آقای محمود خیامی رو داشتن، یه انسان آزاده‌ای که هر جا چراغ فرهنگی افروخته شد او بود، در حالی که امکانات مالی اون 1 میلیونیوم هوشنگ انصاری هم نمیشه. اون بستگی به عشق به وطن داره و به ایران. بیننده بعدی ما. آقای نوریزاده قربونت برم، من از دانمارک زنگ میزنم. من اسمم محمد، 30 سال اینجا پرنده. ازتون هیچ چی نمیخوام ولی یه چیزی میخوام بهتون بگم. اسرائیل، من بچه مسلمونم ولی واقعیت میگم، اسرائیل واقعیت رو داره میگه، سران اسرائیل واقعیت رو میگه. اینا یه مش آشغالن و تروریست درزه. قربونت برم، این موزیک خانوم لیلا فروهر و آقای
خانم آقلاشوش رو برای ما پخش کنی. قربونت برم، دکتر پدرتم، خیلی دوست دارم آقای نوری‌زاده. لطف داری عزیزم، سپاسگزارم ازت. اون لفظ کثیف رو اگه به کار نمی بردی چقدر قشنگتر بشه. نظری داری، عنوان کردی نظرتو، منم نمیخوام با نظرت مخالفت بکنم، ولی این واژه ها رو بذاریم از بشوریم، زیر باران باید رفت. سعی کنیم واژگان بهتری رو انتخاب بکنیم. مردم فلسطین هم حق زندگی دارن، سرزمینشون اشغال شده از سال 67 حالا، زیر سلطه خارجی هستن. فکر کنید یه خارجی وطن ما رو گرفته بود، ما چی کار میکردیم؟ مقاومت نمیکردیم؟ زمان آن رسیده با بودن مردانی که سلط رو انتخاب کردن، مثل پرزیدنت محمود عباس، ابو مازن. اسرائیل هم سلط رو انتخاب بکنه. پسرعموها چاره ای جز زیستن با هم نداره. هموطن بعدیمون. من منصور هستم، از میدان ولیعصر، در یک از کوچه های میدان ولیعصر میشینم. شما این همه از رضا پهلوی میگید. تمام دنیا وقتی که انقلاب میکنن سلطنتی رو میخوابونن، سلطنتی رو از بین میبرن، جمهوری به پا میکنن، ولی شما هنوز هم که هنوزه دارین از رضا پهلوی حرف میزنید که دوباره، یعنی پدرش مملکت که خراب کرد، حالا پسرش خواست که آزاد کنه. در صحبتش هم بعضی میکنم، در صحبتش هم که من گوش کردم میگه باید اصلا جنگ نشه، همینجوری صلح یواش یواش همینجوری مردم رضا پهلوی رو بخوان بیان شاه. میگه میشه که انقلاب در انقلاب خون نده؟ انقلاب خون داده شده، انقلاب خون باید جاری بشه. خب مردم بریزن بیرون، رضا خود رضا پسر شاه رو مثلا بخوان بیاد شاه بشه. اصلا مردم اصلا در تمام دنیا برای مردم ایران که شاه رو پسر شاه رو دوست ندارن. به تبلیغات آدمای شماست که بالاخره میای میذارین اونجا، دو سه نفر یه زنگ میزنه میگه من رضا پهلوی دوست دارم فلان این حرفا. ولی در تمام دنیا وقتی که انقلاب میشه سلطنتی رو از بین میبرن، جمهوری از به کار میذارن. دوستان این پیغام منو تو تلویزیون بذارید مردم بشنون که خود منم گوش کنم و بشنم. بله، ما صدای شما رو گذاشتیم برای اینکه بگیم اینجا هیچ سانسوری وجود نداره. مطمئن باشید ما یه تلویزیون سلطنت طلب نیستیم. در اینجا من روز اولم اعلام کردم من برای همه اندیشه احترام قائلم. ما خودمون ممکنه یه اعتقاداتی داشته باشیم، موقعی که بنده تحلیل میکنم مسائل رو عنوان میکنم در رابطه با اعتقادات خودم میگویم، ولی تلویزیون یک خط مشی بی‌طرفی داره. آزادن طرفداران سلطنت، جمهوری، جمهوری دموکراتیک، جمهوری ملی، هر نوع حکومتی، سلطنت مشروطه، بیان از تریبون اینجا صحبتشون رو بکنن. گزینش حقی است متعلق به مردم ایران. من فکر میکنم شاهزاده رضا پهلوی هم به دفعات گفته آقا من روزی اگر مردم ایران به من تکلیف کاری رو کردن با افتخار قبول میکنم. از حالا خودش رو شاه فرض نکرده، به همین دلیلم اون شاه اللهی ها دوستش ندارن، باهاش مخالفت میکنه. در این حال شما نمیتونی بگی مردم ایران پدرش رو دوست ندارن. ما درست عکس اینو داریم میبینیم. در مورد رضا شاه من تقریبا میتونم بگم با هر کسی صحبت کردم انتقادی نشیندم، جز یه ده اون چپای قدیمی و اونایی که دیگه تفلک و چشم و چارشون نمیبینه، کار نمیکنه. اونا میگن رضا خان و رضا قلدر و غیره، ولی آدم های منصف هرگز. امیدوارم این کتاب دکتر فرابخش هم زودتر درآد تا ببینیم که انقلاب مخملین پهلوی ها چه بوده است. شما میشه وقت جانب کل ملت حرف نزن، بگو من نظرم اینه، دوستانم یه عده چنین نظری داریم. ما رفراندوم نکردیم، اما یه وقت رادیو فردا یا بی بی سی اینا رفراندوم هایی کردن درباره شخصیت های و همتون سایت گویا که چه شخصیتی محبوب تره، و تو همه اینا رضا پهلوی نفر اول شد. به هر حال بریم بیننده بعدی. با درود و سپاس فراوان مخصوصا آقای دکتر نوری‌زاده، من یک سوال دراز مدت باشم پیش میاد همیشه که این گروه داعش چه
چه دستی پشتش هستش که دائم و مستقیم نمیدن اینا رو، هر ساعت چند ساعت یه دفعه یکی دو تا ماشیناشونو میزنن، یه چند تا افرادشونو میزنن، بعد منتظر میشن ببینن چی میشه. الان تمام دنیا بهشون ثابت شده که اینا به جز قاتل و به جز وحشی چیزی دیگه نیستن. چند تا کشور هم هستن که الان همه متحد شدن با هم دیگه، ولی ریشه اینا رو نمی کنن. مگه کاری داره؟ مگه از زمین و هوا اینا رو می تونن از هم اطراف شهر؟ بله، شهر موسل می فهمید. ببین دوست عزیزم، آره کار داره، خیلی سخته. داعش در اون منطقه‌ای که در صحراست، دشت و دمن هست، سریع تومه میشه. ولی وقتی میره تو شهر قایم میشه، تو کوچه پس کوچه، تو خونه مردم، اینا حتی در بسیاری از نقاط تو این شهر و روستاها پرچماشون رو بالای خونه مردم، بالای مدرسه اینا میزنن که آمریکایی‌ها اونجا رو بمباران کنه. مشکله. بعد نیروی زمینی آمریکا و غرب نمیخواد وارد عراق بکنه. در این حال خود آقای حیدر العبادی نخست وزیر عراق هم میگه نیاز به نیروی زمینی نداریم. اونجا هم که آقای خامنه ای بهش میگه ما مالکی رو حمایت کنیم، طور هم میکنیم، با تشکر و با مجامله برگزار میکنه، چون شرایط عراق حساسه. ولی اگر خود عراقی ها غیرت کنن، از زمین و نیروهای ائتلاف از آسمان میتونن دخل این جنایتکاران رو بیارن. هموطن بعدی، با درود به شما. چند وقت پیش آقای لاجی سفیر شاه در لندن از دنیا رفت. یه تحلیل من دیدم تو بی بی سی در برای شخصیت ایشون با که صحبت میکردن دینا، میخواستم نظر خودتون در برای آقای لاجی بفرمایید که چجور شخصیتی داشتن، چقدر واقعا با آقای عباس خویده میگفتن نزدیک بوده، چجوری بوده این؟ اگر لطفی کنید توی کس برای ما توضیح بدید ممنون میشم، که واقعا اینقدر نزدیک بوده به شاه که توی این بی بی سی ادامه شد یا نه. تشکر لطفتون. مرسی دوست عزیزم. مرحوم پرویز راجی یکی از جوانهای تأثیر کرده بود و پدرش دکتر راجی وزیر بهداری بود در چند کابینه در دورانی که در واقع هنوز عصر هویدا آغاز نشده بود، و بچه تحصیل کرده بود تو مدرسه ایتون درس خونده بود و بعد آکسفورد مثل که رفته بود یا کمبریج. برگشت به ایران مورد توجه خواهر پادشاه اشرف پهلوی قرار گرفت و همونجا پایه های قدرت شد. و بعد آقای هویدا در وجود او یه استعداد جوانی رو دید که قابلیت های زیادی داره، و اینه که در حالی که مقام سفارت ایران در لندن یا مثل واشنگتن یه مقام ویژه بود، نصیب هر کسی نمیشد، آدم های استخوندار میمدن اینجا، امیر تیمور میمد، عباس آرام میمد، به آدم های بزرگی در این مقامات که تقی‌زاده اومده بود اینجا، اردشیر زاهدی اومده بود، ولی خیلی زود سفیر ایران در لندن شد. و همین مسئله شایعات زیادی رو برانگیخت که آقا این چی شده. بعدم اینجا صحبت از این که ایشون با پرنسس مارگارت خواهر ملکه بریتانیا ارتباطاتی داره، اونم باز بر قضایا افسود. و در جریان انقلابم برخلاف آنچه بعضی ها تصور میکنن، راجی به هیچ وجه نه به ایران خیانت کرد نه به شاه، در تمام مدت ماموریتش رو انجام میداد، به مقامات بریتانیایی شکایت از بی بی سی میکرد، آنچه را از تهران میمد منتقل میکرد. ولی به هر حال یه آدم تحصیل کرده و روشنفکر بود، نمیتونست با یه ذهنیت استبدادی هماهنگی داشته باشه. بعد از انقلاب هم در خدمت تخت طاووس رو نوشت و اینجا او و قاسم دو و دوستش دکتر آقای غنی هر دوشون با آثارش با نوشته هاشون خدمت زیادی کردن به روشن شدن گوشه های ناگفته از عصر پهلوی. و ایشون هم من میشناختم و
دیدارهایی هم باشون داشتم، خدا رحمتشون کنه. آدم جالب و قابلی بود. بیننده بعدی بود. منم همچنین روز شب خوبی براتون آرزومندم. سلام آقای دکتر نوریزادم. برسونید همچنین خودتون. ممنون از محبتاتون، از برنامه خوبتون. از دیگه صحبت میکنم، نادر هستم. متشکرم. من نفهمیدم پیامشون چی بود؟ بله، به هر حال ممنونم، تشکر برنامه، چون به نظر میرسید یه پیام دیگه هم دادن، تموم نشده، این دنبالش بوده. حالا بله، حالا بیننده بعدی. سلام عرض میکنم جناب آقای نوریزاده. من 90 ساله من تمام زندگی های دوره رضا شاه رو دیدیم و محمد رضا شاه رو دیدیم. فقط یه چیزی من میخوام خدمت رو عرض کنم، شما محبت کنید اینه بگیم. من منطقه اربیل، کردستان اربیل کار میکردم بعد از فروپاشی عراق با بازدنی ها. منم خیلی دوست بودم، من با مسجد بازدنی با پدرش دوست بودم. اگر یادت باشه آقای بالزانی با اردوان درگیر بودن. آقای بالزانی گفت که آقای اردوان شما دوره عثمانی دیگه تمام شد، اگر میخوایی کار نکنه من همه کرده ها جمع کنم بیارم بندازم تو جونت. بعد آقای چیز، من کردستان بودم، ایشون آمد اونجا، آقای اردوان یه چیزی به هتلی بود میخواست افتتاح کنه، مال کرده بود، سفارت میتونه ایشون اینا نوار ویچی کرد و مسئول روبوشی کرد که ما برادریم، ما رفیقیم، ما دوستیم. من اینا رو حضور داشتم، دارم خدمت رو عرض کنم، بی خود حرف نمی زنم. بدونین که کردا ترکای آقای اردوان داره از کردا انتقام میگیره. یادت باشه اول سر وقت اونا میره دست آمد به کردستان بزنه، ولی خب امریکا آمد جلو، اینا آمد جلو، اینا رفتن کنار، آمد اونجا رو میزنه، اونجا رو پایگاه میکنه، هم کردای عراق را این اردوان میذاره کنار به وسیله دیش، هم کردای ایران. دوست من خیلی دیگه توضیحات دادید و بندم شنیدم، نظری است. من بر این باورم که آقای بارزانی حرفی هم که زد پس گرفت. شرایط منطقه و شرایط بین‌المللی اجازه جدایی کردستان را در عراق نمیده و به تبع بقیه مناطق کردنشین نیز در چارچوب وطنی که در اون هستن باقی خواهند بود. اما باید از کردها رفع ظلم بشه. مردمانی که با این دلاوری در برابر حیواناتی ایستادن که تو عراق یه ساعت موسلو گرفتن، استحقاق همه نوع حقوقی رو داره. بیننده بعدی. با درود خدمت آقای با درود خدمت مجریان تلویزیون ایران فردا، با تشکر از برنامه آقای میبودی با دکتر نوذری، واقعا برنامه آموزنده است که خیلی چیز ازش یاد میگیریم، به عکس برنامه با این آقای نوری علا که اصلا قابل شنیدن نیست. آیا ممکنه که وقت این برنامه به خصوص زیاد بشه؟ چون خیلی جالبه. خیلی تشکر، روزتون خوش. ممنونم بانوی عزیز. بله، فوق‌العاده است. من اصلا دکتر نوذری جذابیت فوق‌العاده‌ای داره، منم به آقای میبودی گفتم، اما دکتر نوری علا هم بینندگان بسیاری داره. وقتی که راجع به تاریخچه کانون میگفت، من مراجعان رو میدیدم، اطلاعاتی که به من میدادن. حالا شما از یک آدم از یه برنامهش خوشید میاد، خب هزاران میلیون آدم دیگه هستن خوششون میاد. شما دکتر نوذری رو ببین، اونایی هم که دکتر نوری علا رو دارن اون رو تماشا خواهند کرد. خب پیام بعدی مون رو بشنویم. سلام به آقای نوریزاده عزیز، خسته نباشید.
آرم برنامه پنجره تو به خانه بذاری 20، یعنی 20 هم کمه، هر کی این تر داده عالی عالی، دستش درد میکنه. و دیگه اون دوستانی که مقدار حسادت میکردن دیگه نمیتونن ایراد بگیرن، پرچم به اون بزرگی و تصویر خواجه حافظ و عالی. 20 چند تا خواهش دارم آقای میرزاده. یک، این شعرهای آقای خالو و اون دختر ایرانی زیبا و شیرزن ایرانی که تو آرم پنجره خانه پدریتون هم هستیدی که برای اون بیشتر پخش کنید. تو رنگ و رنگاتون هست ولی یه جدا اگر امکان داره ممنون میشید. بعد این برنامه آقای اسدالله خیلی کمه به خدا، کوتاه‌ترین برنامه تو ایران فردا مال آقای اسدالله فکر میکنم. و بعدی خواهش دارم این شنبه فیلم ایران قدیمی به ما بده، ما یاد قدیم بکنیم و یه خاطره زنده کنیم و جوانان ببینن که چه آزادیایی داشتیم بعدش ندونست. ممنون میشم، خسته نباشید. ممنونم عزیزم، بسیار متشکرم. بله ایشون هموطن من خیلی نوستالژی که به گذشته است. اولا این نکته رو خدمت بگم، ما از روز اول پرچم سرنگ شیر و خورشید نشان داشتیم، آرم برنامه من بود، با پرچم برنامه من پایان میگرفت. در اون زمان از نظر تکنیکی، ولی وقتی پرچمی که دائم به سینم اعتقاد دارم همیشه بوده که برش نمیدارم و تکرار میکنم، از نظر تکنیک خب امکانات رو نداشتیم. بعد اومد درست شد، حالا پرچم عزیز رو در کنار بنده مشاهده. در مورد آقای اسداللهی، برنامه ایشون هم مثل خیلی از برنامه‌های دیگه نیم ساعته، برنامه میبودی عزیزم هم نیم ساعته، برنامه‌های دیگری هم هست که نیم ساعته، بعضی برنامه 40 دقیقه است، بعضی 55 دقیقه. این بستگی داره به خود تهیه کننده و مجریش که چگونه میخواد برنامه‌شو ارائه بده. تصور میکنم گاهی اوقات یه برنامه نیم ساعته خیلی شیرین تره، چون مجری برنامه و تهیه کننده سعی میکنه در قالب اون نیم ساعت حرفا رو بریزه به جای اینکه طولانی حرف بزنه. ما تجربه داریم که یه نفر در یک برنامه یک ساعته 20 دقیقه خود تکرار میکرد، خب اون با اون هماهنگی نداشت. بنابراین فکر میکنم اسداللهی عزیزم خودش این رو قبول داشته باشه که برنامهش در این فرمت و اندازه بسیار مطلوبه و مورد توجه شما هم هست. و در حال ممنونم اون اینترو برنامه من و طرحی که داره یکی از همکاران هنرمند ما تهیه کرده، ازش سپاسگزارم. و همه برنامه ها رو به مرور شاهد تغییراتی خواهید بود که شکل و شمایل برنامه تغییر بکنه، دکور استودیو، وضع استودیو هم متحول بشه. بسیار ازت سپاسگزارم هموطن با احساس من. فیلم‌های قدیمی هم چشم، نسخه خوب پیدا کنیم این کار رو 100%. هموطن بعدی، با سلام و خسته نباشید. من فقط زنگ زدم که بهتون خسته نباشید بگم، عرض ادب کنم و تشکر کنم از برنامه های خوبتون. من همیشه برنامه های شما رو میبینم، برنامه آقای میبودی، آقای چالنگی، آقای سنوریزاده، برنامه چهارسو، برنامه سنین سخن، همه رو دنبال میکنم. فقط میخوام که تا میتونید این حکومت رو رسوا کنید. ما که تو ایران نمیتونیم حرفی بزنیم، حقیقتش ما رو خسته کردن. فقط خواهش میکنم هر چی میتونید از کلیدی ها و کسافت کاری های این حکومت بگید و مردم رو روشن کنید، هر چی میتونید مردم رو تحریک کنید، هر جور از هر راهی شما بهتر والا میدونید، مردم رو تحریک کنید تا روزی به امید خدا این حکومت کثیف رو نابود کنند. و از تهمت هایی هم که به شما میزنن هیچ قبایی نداشته باشید. به قول شاعر میگه ماه نور افشان سگ او او کند، بگذار این سگان او او خودش رو بکنن. خیلی متشکرم، ممنونم. شعر رو به این صورت شما خوندید: بعد از جریانات 15 خرداد شاه رفت به قم و ضمن دفاع از انقلاب سفید و موادش
گفت محفشاند نور و سگ او کنه. خیلی با آقای خمینی برخورد و از اونجا کینه‌ای به دل گرفت که سرانجام در سال 57 به بار نشست. عجیبه یک مصرع شعر چطور تأثیر میزنه. هموطن بعدیمون. الو سلام، من امروز 16 اکتبر هست تماس میگیرم خدمتتون. یکی از علاقمندان تلویزیون ایران فردا هستم، به خصوص برنامه های پنجره روی خانه پدری آقای نوری‌زاده. خواستم امروز اتفاقا از طریق آنلاین برنامه‌شون رو معمولا صبح نگاه میکنم، خواستم به دو تا موضوع اشاره کنم. یکی که ازشون قدردانی کنم که راجع به این خلبان ایرانی شرکت امارات که اخیرا در ایران فرود آمده بود در فرودگاه تهران و پرچم جمهوری اسلامی رو آورده بود از پنجره بیرون اشاره کردن، ازشون تشکر کنم. واقعا به جا بود، چون به جایی پرچم باید پرچم شیر و خورشید می بود، نه پرچم این حکومت جبار. موضوع دوم، الان چند روز با آقای ملکی ایشون صحبت میکنن، اینو من خواستم خواهش کنم یادآوریشون بفرمایید چرا ایشون یک دفعه برنامه رو با آقای ملکی که خب به هر حال شخص مهمی هم بوده در این وضعیت مربوط بهش، یه مرتبه برنامه رو ضبط کنن به تماشاچیان نشون بدن که نه آقای ملکی عاجز بشه اینقدر وسط برنامه قطع بشه، نه تماشاچی ها که ذره ذره قطره چکانی موضوع رو اشاره بهش بشه و اصالتا اهمیت موضوع کاسته بشه، ولی که وقتی آهسته آهسته یه موضوع جدی خواست بیان بشه و وسطش منقطع باشه خب از ارزشش افت میکنه. اینو یه امر بسیار واضحه، من انتظار داشتم آقای نوری‌زاده توجه داشته باشن با توجه به اینکه آقای ملک کاملا و من این کارو توجه کردم قبل از اینکه حتی حرف شما رو بشنوم و اشاره کردم در برنامه. سه برنامه بعد از 16 اکتبر شما نشنیدید، سه برنامه مستقل از آقای ملک تونستیم تا حالا ضبط بکنیم که این هفته آینده پخش میشه و سه بخش مهمی از ناگفته های آقای رضا ملک، ببخشید رضا ملک، سه بخش از ناگفته های رضا ملک رو و ناگفته هاش در این سه حلقه ای که درست شده به اطلاع شما میرسه. دیگه اون مشکل قطع شدن اینا رو ندارین چون قبلا ضبط شده. ممنونم دوست عزیزم. هموطن بعدیمون. الو سلام عرض کردم، من اسمم سعیده، از اسرائیل تلفن میکنم. برنامه های رادیو فردا همش عالیه، بهترینه، is the best of the best، مخصوصا که امروز که برنامه یکی بود یکی نبوده آقای مسعود اسدالله گوش میکردم، یکی از بهترین هایی که من در زندگی تا حالا فکرش نکردم اون فیلم کوتاهی بود که اون پسر و پدر در مورد گنجیشک که میگه 21 مرتبه برام گفتی و بیشتر دوست میداشتم، منو خیلی خیلی خوشحال کرد. خیلی ممنونم دوست عزیز، ممنونم که اینقدر توجه به تلویزیون دارید و مسعود اسدالله هم دوست دارید و برنامه‌اشو می‌بینید مثل بقیه برنامه‌ها. به پایان رسیدیم، ناچار زمان ما کوتاه است، حرفای شما بسیار و دلم می‌خواد همه رو بشنوم و خود شما هم بشنوید، بینندگان ما هم بشنوند. همه شما نازنینان رو به پروردگار عاشق می‌سپارم. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته بود. علیرضا نوری‌زاده تا هفته دیگر در همین ساعت.